شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من را بگیر که اگر تنهای تنها شدم کسی جز تو را ندارم. دست من را بگیر، بیا بنشین کنارم، با من حرف بزن. آدم می شوم، خوب می شوم، سر به راه می شوم. شاید من هم مثل زهیر به دردت خوردم. شب عاشورا هم وقتی گفتی اگر میخواهید بروید بروید، بلند شد و گفت به خدا قسم دوست داشتم کشته میشدم و دوباره زنده میشدم و هزار بار این اتفاق تکرار میشد و همه این کشته شدنها مرگ را از تو و جوانانت دور میکرد. دورت بگردم، همه ایل و تبارم به فدایت. من از کودکی با غم و مهرت بزرگ شدم، جایی نداشتم جز در خانه‌ات. حالا هم آمدم روزه که اگر خواستی صدایم کنی، من را برای خودت انتخاب کنی، بگویم مردانه هستم. شاید شاید من هم به کارت بیایم. خاکستر وجود مرا گر دهی به باد، از اشتیاق رو به ره کربلا کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا و سیدنا امیر المؤمنین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین. الحمد لله رب العالمین. توفیق نصیبمون شد محضر شما باشیم تو این ایام فرخنده، ایام ولادت با سر سعادت آقامون مولامون پیغمبر اکرم حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. این ایام رو تبریک میگیم به صاحبمون حضرت صاحب العصر و الزمان. انشالله دست گلی باشه خدمت ایشون برای فرجشون و سلامتیشون. اون چی که باید عرض بکنیم در این شبها و در این روزهای عزیز، از عظمت و فضیلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست که باید گفته بشه، از عظمت ایشون و فضائل ایشون. اون چی که ما متاسفانه گاهی اوقات کم گذاشتیم در رابطه با پیغمبر اکرم سلام الله علیه و علی آله، باید عرض کنیم از عظمتشون از قرآن که خیلی ها بدانند چه عظمتی داره پیغمبر اکرم سلام الله علیه.
ایام ولادت حضرت صادق سلام الله علیه، امام جعفر صادق علیه السلام، انشاءالله توفیق باشه عرایزی رو تقدیم کنیم محضرتون از آیات قرآن، که یکی از آیات مهمی که در رابطه با پیغمبر اکرم سلام الله علیه نازل شده و روایت داریم در بازوی سمت راست پیغمبر بعد از 4 ماه ولادت ایشون یک آیه‌ای ترسیم شد بر روی بازوی حضرت، نوشته شد و اون آیه آیه سوره انعام آیه 115 است که خداوند متعال می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یکی از آیات مهمیه که اشاره میشه به عظمت پیغمبر اکرم سلام الله علیه و علی آله. این آیه بعد از 4 ماه جناب عبدالمطلب حضرت حلیمه نگاه کردن، دیدن که بر بازوی سمت راست پیغمبر نوشته شده، از معجزاتیه که در رابطه با پیغمبر موجوده در روایات ما و خیلی معجزات هنگام ولادت حضرت رسول سلام الله علیه رخ داد، از جمله اینکه بت‌ها شکست، بت‌ها به رو افتاد، نقل میکنن 360 بت داخل کعبه بود، هر یک از قوم‌ها 2 تا بت داشت و 360 تا بت میشد هنگام ولادت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، همه بت‌ها افتاد و شکست و معجزات دیگری که هست، از جمله این که هیچ آفتابی اذیت نمی‌کرد پیغمبر رو، هیچ بارانی اذیت نمی‌کرد پیغمبر اکرم سلام الله، اینها رو جناب حلیمه نقل می‌کنه که حتی در همون سن کودکی و به ظاهر نوزادی پیغمبر می‌دیدم پیامبر اکرم دستاشو بالا می بردن، دائم ذکر خدا رو می گفتن، بسم الله می گفتن، می فرموندن بسم رب محمد صلوات الله علیه و آله. و این معجزاتی که از پیغمبر در روایات ما هست، اما این آیه 115 سوره انعام وقتی نوشته شد بر بازوی حضرت رسول سلام الله علیه، همه متوجه شدن از عظمت ایشون که این معجزه است و متوجه شدن خیلی ها که این شخص عادی نیستش، حتی کتف حضرت نوشته ای داشت و جزء معجزاته. اما خیلی ها دوست داشتن این نوزاد رو ببینن، نوزاد به ظاهر عرض میکنن، میخواستن ببینن ایشون رو، نقل کردن یکی از بزرگان اون زمان خدمت شما عرض بکنم اومد پیش جناب عبدالمطلب، جناب سواد ابن قارب اومد نزد حضرت عبدالمطلب علیه السلام، عرض کرد فرزندی ظاهرن به دنیا اومده از جناب عبدالله علیه السلام، اگر میشه به من اجازه بدید من ایشونو ببینم. خب سواد ابن قارب یکی از بزرگان اون زمان خودش بوده، جناب عبدالمطلب ایشونو بردن نزد اون جایگاهی که پیغمبر اکرم به دنیا اومده بودن و اون نوزاد رو اونجا نگه می‌داشتن. نقل می‌کنن تا این روپوش رو از صورت پیغمبر اکرم انداختن کنار، ایشون پیغمبر خواب بودن به ظاهر، در روایات اومده اونقدر نورانی بود چهره حضرت رسول که هم حضرت عبدالمطلب و هم این شخص سواد ابن قارب چشمهاشون رو گرفتن از شدت نوری که به چشمهای اینها میزد. اونقدر چهره حضرت رسول دلربا بود و زیبا بود و نورانی بود و در عین حالی که نورانی بود و زیبا بود هیبتی هم داشت، سواد ابن قارب پرید روی گونه صورت پیغمبر اکرم رو بوسید و دائم خودش رو عرض کنم که کنار پیغمبر خودش رو
نزد پیغمبر اکرم سلام الله علیه مثل یک بنده‌ای نشون میداد به حضرت عبدالمطلب، در صورتی که حالا ایمانی نداره، اسلامی نداره، همونجا به جناب عبدالمطلب با نگاهش به چهره دلربا پیغمبر اکرم سلام الله علیه، همونجا به جناب حضرت عبدالمطلب عرضه داشت که اگر اجازه بدید من به دین این نوزاد میخوام در بیام، یعنی میخوام مسلمون بشم. هنوز هیچ چیز عرضه نکرده پیغمبر اکرم، هنوز اونچنان اسلامی رو عرضه نکرده رسول خدا. ببینید چهره مبارک و نورانی پیغمبر اکرم سلام الله علیه و نور چهره حضرت چقدر دلربا و جذاب بوده. این روایت رو در فضائل ابن شازان و بحار جلد 15 هم میتونید پیدا بکنید و بخونید، مطالعه بکنید در رابطه با عظمت حضرت رسول سلام الله علیه. اما این آیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، چه چیزی میتونیم از این آیه قرآن درس بگیریم؟ چه مطلبی درون این آیه نهفته است؟ چون ما وظیفمون موظفیم طبق روایات و خود آیات قرآن کریم باید تدبر کنیم در قرآن، افلا یتدبرون فی القرآن، باید باطن آیات قرآن رو بفهمیم. این که بخوایم روخونی بکنیم و مثل خیلی هایی که اسم قرآن رو یدک میکشن و اتفاقا قشنگ هم قرآن میخونن اما هیچ باطن قرآن نمیفهمن، شیعه اینطور نیستش. شیعه تدبر میکنه در آیات قرآن و اون چه که نهفته در قرآن رو باید ما بفهمیم. و اگر که معلمی در کنار قرآن نداشته باشیم نمیفهمیم، باید معلمی باشه، کما اینکه پیغمبر اکرم بارها فرمودن، خودشون فرمودن و در کتابهای عامه هم مفصل نقل شده که نقل میکنن که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، و ادامه روایت من دوتا شیء میذارم برای شما، قرآنم و عطرتم. عطرت باید در کنار قرآن باشه، معلم مفسر باید در کنار قرآن باشه. اون چه که از این آیه ما میفهمیم اینه، تمام علم خدای متعال وقتی عرضه شد به خلق الله رسیده شد که پیغمبر اکرم سلام الله علیه وجود مقدسشون به دنیا اومدن، ظهور کردن حضرت رسول سلام الله علیه. وقتی که حضرت به دنیا اومدن یعنی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمام شد اونچه که خدا قرار بود به خلق الله برسه، یعنی علمش خدای متعال، اون علمی که باید میرسید به خلق الله، اون علمی که باید میرسید به خلق الله وقتی رسید که پیغمبر اکرم سلام الله علیه وجودشون، وجود پرسرورشون بین مردم واضح و مبرهن شد. وقتی بین مردم اومدن، به دنیا اومدن به ظاهر، حالا به لفظ ما حضرت به دنیا اومدن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اینجا کلمه خدا، اینجا علم خدا، اینجا صدق خدا، اینجا عدالت خدای متعال پدیدار شد. و ادامه آیه که در رابطه با این تا اینجا تولی بود، ولایت پیغمبر، رسالت پیغمبر بود، اما ادامهش براءت میشه که خدای متعال میفرماید لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم، کسی نیست بتونه با این آیات خدا، حالا کلمه رو ما آیات قرآن میتونیم اینجا تفسیر بکنیم، یه سری از عرض کنم معناهای دیگه هم هستش که حالا نمیگنجه من اینجا عرض بکنم، اما همینجا این معنای ظاهری این آیه، کلمه رو ما آیات قرآن معنا میکنیم و همین هم هست. و معناهای دیگر که میگم جا نیستش من عرض بکنم خدمت شما، اگر قرآن تفسیر کنیم و برداشت بکنیم کلمه رو، هیچ کس در قرآن کریم نمیتونه دست ببره، هیچ کس نمیتونه دست ببره در قرآن کریم و معانی قرآن کریم، یعنی باطن قرآن
کسی نمیتونه تبدیل بکنه، عوض بکنه آیات خدای متعال رو، عوض کنه یه چیز دیگه قرار بده. اگر کسی آمد و مبارزه کرد با کلام خدا، با کلمه که در این آیه منظور این آیه هست، با کلمه، حالا آیات قرآن، عظمت خدای متعال، خود پیغمبر اکرم، روایاتی که از خود پیغمبر هست، چون کلام پیغمبر کلام خداست، اگر کسی مخالفت کرد با این آیات، در حقیقت با خودش داره مخالفت میکنه و خودش رو رسوا میکنه و دشمن بودن خودش رو داره واضح میکنه. خلق الله میفهمن، متوجه میشن و خدای متعال میفرماید لا مبدل کلماتهی لکلماتهی و هو السمیع العلیم. در ادامه آیه دیگری که باید خدمت شما عرض بکنم در رابطه با پیغمبر اکرم، خیلی سریع عرض میکنم، چند تا آیه هستش تبرکم و تیممن. آیه 7 سوره حشر که خدای متعال میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اون چی که از پیغمبر خدا، وقتی علم و تمت کلمه، وقتی تمام میشه علم خدا متعال در پیغمبر اکرم سلام الله علیه، اون وقت آیات بعدی میاد میفرماید خدا از این پیغمبر هر چه که بگوید بفرماید باید شما اخذ کنی. و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. باید اون چیزی که پیغمبر اکرم سلام الله علیه میفرماید اخذ کنی، اون چی که خود رسول خدا میفرماید. شما نگاه بکنید، دشمنان پیغمبر اکرم منافقین، ادعای صحابی بودن پیغمبر رو داشتن، دوستی پیغمبر رو داشتن، اما بعد از شهادت پیغمبر اکرم سلام الله علیه، اون چی که باید امر پیغمبر رو انجام بدن، خصوصا ولایت امیرالمؤمنین، وصیت پیغمبر بود ولایت امیرالمؤمنین، به جون که اخذ بکنن با امیر المومنین سلام الله علیه در افتادن، جنگیدن، حضرت رو اون چی که باید رومی آوردن امیر المومنین و طبق عرض کنم که عهدی که خودشون بسته بودن با پیغمبر، به وصیت پیغمبر انجام ندادن، عمل نکردن، خود امیر المومنین و ولایت امیر المومنین سلام الله علیه بود. اینها کسانی بودند که به ظاهر صحابی پیغمبر اکرم بودند، به اینا میگن صحابی، اما چی شد؟ با مولا امیرالمومنین در افتادند. پس و ما آتاکم الرسول فخذوه چی شد؟ آیه قرآن چی شد؟ بعضیا گفتند که آقا ما را بس قرآن خدا، بعضیا گفتند که ما کفایت میکنه آیات قرآن، پس چرا این آیه عمل نشد بهش؟ ما آتاکم الرسول، اون چی که پیغمبر میفرمایند فخذوا و ما نهاکم عنه، نهی کرد. بابا بارها پیغمبر گفت امیرالمؤمنین بعد از من وصیه، بارها جانشین خودش قرار داد امیرالمؤمنین، بارها فرمود لحمک یا علی لحمی و دمک دمی، بارها فرمود دشمن امیرالمؤمنین دشمن من پیغمبره. پس ما آتاکم الرسول فخذوا، تو که گفتی حسبنا کتاب الله، خیلی ها گفتن حسبنا کتاب الله، سنگشو به سینه میزنن، کجان بیان دفاع بکنن از مراد خودشون، بیان دفاع بکنن، کجا از آیه قرآن تبعیت کردید شما، کجا به پیغمبر اقتدا کردید، کجا به آیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى عمل کردید، کجا به پیغمبر عمل کردید؟ مگه نفرمود خدای متعال و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ هیچ نطقی نداره، کلامی نداره پیغمبر اکرم سلام الله علیه و علی آله الا اینکه وحی خدای متعال باشه. آیه قرآن دیگه، قرآن میخونن دیگه خیلی ها، یعنی سوره نجم آیه 3 و 4 رو اینجا رو فاکتور میگیرن، بعضی از آیات قرآن رو میخونن. خب و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کلام پیغمبر کلام خدای متعاله. و من يطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت بکنه از پیغمبر اکرم سلام الله علیه، اطاعت خدا رو کرده،
خب این آیه قرآنه عزیزان من. من نمیدونم چرا بعضی ها دم از قرآن میزنن و عمل نمی کنن به قرآن کریم. اگر که به نفعمونه و سلیقه‌ای میخوایم قرآن رو نگاه بکنیم، پس دشمنیمون یواش یواش با پیغمبر اکرم، با اهل بیت پیغمبر پدیدار میشه. یه مرتبه میبینی خودت جزء دشمنان اهل بیتی. چرا؟ چون سلیقه‌ای اومدی قرآن رو خوندی، سلیقه‌ای میگی من پیغمبر رو قبول دارم. این ایام ولادت حضرت رسول، اینو عرض بکنم، مظلوم عالم پیغمبر اکرم. چرا؟ چون رفیقاش که به اصطلاح رفیقن، صحابی یعنی رفیق دیگه، دوستدار پیغمبر. اینطور نیستش که حالا هر کسی پیغمبر رو دید صحابی باشه، اینطور نیست. هر کسی عمل کرد به فرمایشات پیغمبر اکرم، ایشون صحابیه، روی چشمهای ما جا داره و ما این عقیدمون اینطور نیستش. بله ابولهب که عموی پیغمبر بود، شما میخواییم بگی ما براءتی از ابولهب نداریم؟ شما میخوای بگی که ما براءتی از این عموی پیغمبر، چون عموی پیغمبره ما براءت نداریم؟ نمیشه همچین چیزی. این میشه پشت کردن به قرآن کریم، این میشه عمل نکردن به آیات قرآن و پیغمبر اکرم، در صورتی که خود پیغمبر براءت جسته از این آقا. مثل عرض میکنم و ابو لهب رو، چون ماها میشنویم بعضی موقع خیلی ها میگن که آقا براءت نه، نمیشه. شیعه برآنه که حضرت رضا فرمود کمال الدین ولایتنا والبراءت من اعدائنا. این ایام ایامیه که ما براءتمون رو باید خدمت آقا امام زمان سلام الله علیه و اهل بیت نشون بدیم. این براءت چه براءتی از دشمنان دین، از دشمنان خدا، از دشمنان پیغمبر، از دشمنان قرآن. کسی که به قرآن پشت میکنه، کسی که به قرآن عمل میکنه، ما براءت داریم. خود قرآن فرموده، خود قرآن بارها فرموده که آقا براءت داشته باشید. فلذا ما به قرآن عمل میکنیم. اما روایت دیگری که عمالی صدوق فرموده و بهار جلد 70 هم این روایت رو آورده از عیسی ابن قاسم که عرض میکنه به امام صادق علیه السلام که جان عالمی به فدای حضرت صادق ایام ولادتشونه، هرچه داریم از قال صادق های امام صادق سلام الله علیه، به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه که یه حدیثی نقل شده از پدر شما که پیغمبر اکرم نان گندم رو تماما میل نمیکردن، یعنی سیر که نمیشدن هیچ، در حین گشنگی که گرسنه بودند و نان گندم میخوردن کنار میکشیدن از سفره. حضرت فرمود نه، اینطور نیستش، پیغمبر اکرم سلام الله علیه هرگز نان گندم نخورد و هر چی خورد نان جو بود و از نان جو سیر نمیشد و کنار میکشید از سفره. حضرت صادق این گونه فرمودند. و اما یک روایت دیگر از ثوبان خادم، یکی از دوستداران پیغمبر، خادمان پیغمبر اکرم، اسمشون ثوبان بود. ایشون عرضه داشت که یا رسول الله روز قیامت کی میشه؟ حضرت بلا فاصله فرمودن که چی آماده کردی بر روز قیامت؟ این روایت خیلی زیباست، دوست دارم خوب دل بدن دوستانی که میشنون میبینن ما رو. گفت چی آماده کردی بر روز قیامت؟ عزیزان روز قیامت خیلی سریع میاد، چی آماده کردیم بر روز قیامت؟ گفت آقا جان من هیچی ندارم نزد خدای متعال، اما یه چیزی رو میتونم ادعا بکنم و واقعی دارم و اون محبت شما و اهل بیت شماست. شما رو دوست دارم یا رسول الله، اهل بیت شما رو دوست دارم، با دشمن شما هم دشمنم، با دشمن دوستداران شما هم دشمنم. ببین ولایت در کنار براءت، یک شما رو دوست دارم، اهل بیت شما رو هم دوست دارم و با دشمنان شما و اهل بیت شما دشمنم. دو بال برای پرواز ولایت و براءت کفایت میکنه. بعد عرضه داشت دوستداران شما و اهل بیت شما رو هم دوست دارم، هر کی شما رو دوست داره من دوستش دارم.
و هر کی دوستداران شما رو دشمن بداره من باش دشمنم. یعنی این براءت ادامه داره، اینطور نیستش کسی از امام حسین الان بیا توهین بکنه به امام زمان من ساکت باشم. نه عزیز من امام زمان رو دوست دارم، دوستداران امام زمانم هم دوست دارم، دشمنانشون دشمن دارم و هر کسی دشمنی بکنه با دوستداران امام زمان دشمنی میکنه. آقا رسول الله فرمودن که ثوبان، حالا یه مقدار طولانی تر من کوتاهش کردم، ثوبان اگر گناهت از زمین به عرش خدای متعال باشه، خدای متعال به برکت این دوست داشتن تو، محبت تو، تو رو میبخشه و به شفاعت من پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله گناهات بخشیده میشه. پس ما عرضه بداریم شب جمعه که یا ابا عبدالله این سفره باب الحوائج افتاده و ما عرض ارادت داریم به محضر شما، شما رو دوست داریم و با دشمنان شما دشمنیم، سلامی عرض بکنیم از اینجا به محضر آقامون ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک ولعن الله من شرك في دمك ولعن الله من ذلك بلغه ذلك فرضي به انا الى الله من ذلك بريء. دلهامون رو ببریم کربلا شب جمعه، یه نقل میکنن خود پیغمبر، همه پیغمبر ها زائر امام حسینن، اما اشاره من همین باشه، یه زائری داره حضرت سید الشهدا آقامون امام حسین، اونم مادرشون فاطمه زهرا با پهلوی شکسته مثل امشبی میاد کنار شش گوشه ابی عبدالله صدا میزنه، ولدی حسین، ولدی حسین، قتلوک و ما عرفوک، روزه از زهرا چیه، و من الماء منعوک، پسرم از آب هم مضایقه کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
عیاد بر همه مبارک باشه، انشالله یه همچین شبای مدینه باشیم کنار قبر با صفای آقا جانمون رسول الله و امام جعفر صادق. عالم همه چون قطره و دریا، محمد شاهان جهان بنده و مولا است، محمد سر سلسله رحمت دنیا است، محمد سر تا به قدم جنت و لالا، محبوب محبوب خداوند تعالی است، محمد این آقا کیه؟ مانند خدا رحمت او لایتنایی بر خیل فقیران به دهد منصب شاهی، والله خدا هست بری حرف گواهی، برتر شده از کل رسولان الهی، زیرا پدر حضرت زهرا است، محمد. یه صلوات بخونید جانم بیه بندش. با مقدم او عالم فانی شده زیبا، بوسه زده سر تا قدم دختر خود را، این گونه بیان کن کرمش را به دو دنیا، نفرین نکند در وسط جنگ به ادا، الحق و الانصاف که زیباست، محمد یا رسول الله. شاید این ایدی بگیرم دست یه آقای، اون آقا کیه؟ هر جا قدمش رفت علی پشت سر او، یا امیرالمومنین ایدی ما رو بده بعد از این همه عزاداری، بعد از این همه سینه زدن برای ابی عبدالله، اومدیم ایدیمونو بگیریم. هر جا قدم اشرف علی، علی هر جا قدم اشرف علی پشت سر او، در خیبر و احزاب علی
سپر او، یعنی همه جا بوده علی بال و پر او، حجاج پی کعبه علی دور و بر او، برتر بود از کعبه و والاست محمد. یه صلوات یه بندم از امام صادق و شلا یه سرود کوتاه. تخت علم و علم حضرت جعفر هستم، تحت علم و علم حضرت جعفر هستم، شکر لله که من سائل این در هستم، با غلامی علی بر دو جهان سر هستم، ریزخوار کرم حضرت حیدر هستم، آمده از طرف عرش خدا باب نجات، بفرستید بر این نور مقدس صلوات. شب میلاد ابوالزهرا شد، شب میلاد ابوالزهرا شد، لب آل الله به خنده باشد، هویدا نور جمال احمد، تبارک الله چه خوش معنا شد، تمام عالم شده چون گلشن، بگو یا زهرا دو چشمت روشن، مدد یا احمد، مدد یا احمد، مدد یا احمد، همه همه مدد یا احمد، مدد یا احمد، مدد یا احمد. شب میلاد امام صادق، همه دلها شد ز غم فارغ، چه کار کنیم؟ ز جا برخیزی همه گل ریزی، اگر که هستی به رویش عاشق، رسیده روح و کمال مکتب، امام ناطق رئیس مذهب، همه با هم امام صادق، امام صادق، امام صادق. اما شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، همین دو بیت رو از همتون التماس دعا دارم. ما راه تو انتخاب کردیم حسین، الحمدلله.
ما راه تو انتخاب کردیم حسین، بس غیر تو اجتناب کردیم حسین، ما را اگر از حساب پروایی نیست روی کرم حساب کردیم حسین. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. دستتو بیار بالا، همه با هم زمزمه کنید بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل